سلام آقای بنی صدر، به رادیو هستی جدید خوش آمدید. سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. بله آقای بنی صدر، مجموعه از سوالات رسیده که موضوعش برخورد رژیم در طول حاکمیتش، یعنی ایجاد تضادها و تفرقه هایی که تو همه حوزه ها، چه حوزه قومی، دینی، جنسیتی و فرهنگی ایجاد کرده. نمونش اهوازه که شما میبینید درگیری شده، دیروز حمله شده، خیلی ها رو گرفتن. از اختلافات درگیری مذهبی هم همین درامیش گنابادیه که به شدت سرکوب میکنه. حتی کار به جایی رسیده که سرکوب نیروهای خودی، یعنی درونی، مثل احمدی نژاد، کارشون گرفته رو اوناست. تا حالا هم دوستان میخوان بپرسن که این مسئله قومی، یعنی موقعی که اقوام مختلف ایرانی حرکت میکنن، در جهت تجزیه طلبیه، یعنی باید از اینا حمایت کرد یا نکرد، یا رژیم داره اینا رو سرکوب میکنه، میخوان ماهیت اینو بشناسن. یا مثلا خود آقای احمدی نژاد که موقعی که بخشی از بدنه نظام بوده، تو سرکوبا بوده، الان باید از اینا حمایت بشه نشه موقعی که لب به اعتراض میزنه. خواستم نظر شما رو در ارتباط با این مسائل بفهمم. بله، عرض کنم که اول چند امر واقع مستمر. یکی این که در تاریخ ما و در تاریخ کشورهای دیگه هم همینطوره، اقلیت‌ها از قومی و مذهبی همیشه مرغ عزا و عروسی بودن. قدرت‌های استبدادی حتی در جامعه‌هایی که دموکراسی در اونها هست با اقلیت‌ها همین رفتاری میکنن. نمونه‌اش همین رفتاری که در کشورهای غربی با مسلمان ها میکنن، یا با اونهایی که آمدن در غرب کار کنن، خودشون پذیرفتن. دو سه نسل هم گذشته، ولی منشأشون چون مثلا فرانسوی یا آلمانی نیست، اینها اقلیت به شمارن و وسیله دعوای گروه های سیاسی هم. این امر مستمریست، خصوصا وقتی رژیم استبدادی است، برای ایجاد جو رعب و ترس و وحشت این اقلیت‌ها رو به کار میگیره و سرکوبشون رو وسیله میکنه برای ایجاد اون جو رعب و وحشت، و اینکه اگر من نباشم ایران متلاشی میشود. به اصطلاح یک قاعده این در ایران به وجود آورد. در طول تاریخ این قاعده توضیح میدهد استبداد متمرکز ایرانی رو، و اینجور توضیح میشود: چون ایران قومیت‌های مختلف در بر دارد، اقلیت‌های مذهبی هم در اون وجود دارند، بدون یک استبداد مرکزی سخت گیر، وحدت ملیش و تمامیت ارزش به خطر میفته. رژیم کنونی هم از همین قاعده پیروی میکنه. یادآور میشوم که در دورانی که من تصدی داشتم، دو حزب کرد مراجعه کرده بودن برای اینکه امنیت داده بشود، امنیت تضمین بشود و اونها اسلحه رو زمین بگذارن و مسئله از لحاظ سیاسی حل بشه. آقای خمینی به من گفت شما وعده رو بده، حالا بعد ببینیم چه میشود. گفتم نه، من نمی کنم، به لحاظ اینکه یا مثل پیامبر شما امنیت رو تأمین می کنیم، میدی عفو رو میدی و این تضمین می شود، یا من همچه خلاف اخلاقی رو نمی کنم و دروغ به اونها بگم شما اسلحتون بگذارید زمین تا سر شما رو ببرن. نه، این نمی شود. از اون پس هم همین رویه رو ادامه دادن تا امروز. این از لحاظ امر واقع مستمر. اما تنها رژیم نیست، که سیاستی که این استبداد در پیش گرفته زمینه ساز شده برای قدرت‌های بیگانه تا اونها هم از این ضعف استفاده کنند و یک افرادی رو به اصطلاح بخرند و به عنوان این اقلیت‌ها به اونها نمایندگی بدهند و وسیله کنند اینها رو برای سیاست‌هاشون در ایران. به قول این ولیعهد عربستان که گفته بود که ما جنگ رو به ایران خواهیم کشاند. این هم یک امر واقع مستمری در تاریخ، ولی ها در تاریخ معاصر الان شما میگه که این جنگ داخلی سوریه همینه دیگه. اونجا که این رژیم ها
اقلیتن بر اکثریت حکومت میکنن و این ضعف امکان میده که گروه های رو مسلح کرد و جنگ داخلی رو انداخته. الان سوریه هست، عراق هست، افغانستان هست، یمن هست، لیبی و و و و رژیمی که در ایران حکومت میکنه نمایندگی از 5% بیشتر نداره، در واقع پایگاه اجتماعی ندارد. خب این اکثریت بزرگ رو باید از چه راه مهار کنه؟ از راه ترس و سرکوب که قابل توجیه هست. بگه من اگر این سرکوب ها را نکنم ایران متلاشی می شود، میشه سوریه. من باید باشم، با استبداد هم حکومت کنم، سرکوب هم بکنم تا ایران ایران بماند. تازه این دوتایی که گفتم تنها این هم نیست، یا عامل سوم هم وجود دارد. اون این است، وقتی یک جامعه استقلال و آزادی در اون ارزش نشد، اگر یک آدمهایی پیدا شدن تصور کردن که وقتی میگه استقلال معناش این است که مثلا در به روی بیگانه ببندی و دور کشورم یک خسیم خاردار بکشی و همه چیزای خود رو خود تصدی کنی. اول بگم که این برفرض که ممکن بود که انسان در به روی مبادرات فرهنگی، جریان آزاد دانشها، فنون، هنرها ببندد، اگر ممکن بود، سبب می شد که شما یک سامانه بسته پیدا کنی، یک نظام اجتماعی بسته پیدا کنی که در اون نظام اجتماعی بسته نیروهای محرکه ویران می شود. نظام اجتماعی باز یکی از مهمترین نیروهای محرکش چیه؟ مبادلات از راه جریان آزاد فرهنگ، عناصر فرهنگی، نه ضد فرهنگی، فرهنگی یعنی علم، دانش، هنر، دستاوردهای انسان ها که با هم مبادله بشون. این خود استقلال است، نه نقض استقلال. دو اینکه استقلال برای اینکه یک جامعه خود بر خویشتن حکومت کند، خود بر خود اعمال حاکمیت بکند، خود بر خود ولایت داشته باشد، یعنی اینکه بیگانه شریک در حاکمیت با او نباشد، بدتر حاکم بر او نباشد و او تحت حاکمیت بیگانه نباشد. این استقلال. در دموکراسی هم استقلال معانی متعدد دارد که در ارکان دموکراسی توضیح داده شده، اما در اون معنایی که در دموکراسی ها به کار می رود این معنا را دارد که قدرت خارجی شریک در حاکمیت با ملت نیست. ملت خودانگیخته است، خودمختار است در اعمال حاکمیت. آزادی هم که از این استقلال جدایی ناپذیر است، یعنی اینکه ملت در انتخاب شیوه مدیریت خیش آزاد است. در درون مرزها هم هیچ مقامی، هیچ سازمانی، هیچ حزبی، هیچ گروهی شریک حاکمیت با مردم ایران نیست. یک نفر یه رأی، این آزادی. حالا اگر این استقلال و این آزادی شما خواستید در جامعه چند قومی این رو به کار ببری، خب یه نفر یه رأی، یک اکثریت پیدا میکنی، یک اقلیت ها، اونم یه نفر یه رأیه، ولی خب تو مجلسی که تشکیل می شود اکثریت مال اون قومی است که اکثریت داره تو اون جامعه. در رأی اکثریت همیشه حقوق همه رو تضمین نمی کند. پس مشکلی که دارن این جامعه ها، حتی در دموکراسی های غربی هم این رو مشاهده می کنیم، این است که خب یه نفر یه رأی چگونه تضمین بشود که مثلا در کشوری مثل ایران همه مناطق مختلف کشور رشد هماهنگ داشته باشند و تبعیض هم بینشون نباشند. با یه نفر یه رأی این جواب نمیده. این میداد که خب در اسپانیا، در خود همین فرانسه، در کشورهای مثل ایتالیا، کشورهای اروپای شرقی دعوا نزای اقلیت قومی و با اکثریت پیش نمی آمد. حالا من به راحت خواهم پرداخت. اما اون گروه هایی که به استقلال و آزادی پایبند نیستند، یعنی به من و تعریفی که کردم خیلی روشن و واضح،
در سطح فردم همینطور ها، یک فردم مستقل است وقتی کسی از بیرون به او تحمیل نمی کند کردن یا نکردن کاری، گفتن یا نگفتن سخنی رو. آزاد است در انتخاب این که چه بگوید، چه بکند، چه بخورد، چه چگونه بخوابد. که کسی این اصلا نفهمید همچی چیزی رو برمان استقلال و آزادی، طبیعتا ربطی نام هم نمیفهمه. همچه آدمی آمادگی دارد برای دست نشاندگی بیگانه. به این گونه آدم ها حضورا هم من گفتم این حقیقت رو، برای اینکه این تناسب قوا برقرار میکنه دیگه، میگه من با رژیم نمیتونم در بیفتم، زورش ندارم. چون به استقلال پابند نیست، در پی اینم نمیشود که این ملت خود میباید به توانای خیش پی ببرد، خود میباید این استقلال و آزادی خیش رو باز شناسد، از غفلت نسبت به حقوق خود رها بشود، به حرکت در بیاد، سرنوشت خودش رو تغییر بده. و اینکه من باید در فعالیتم در این جهت باشد، نه، این نمیاد تو ذهنش، چون اون از استقلال آزادی خود غافل است. میشینه برای توجیه وضعیت خودش یه معنای قلابی میتراشه برای استقلال، میگه خب با این که کار پیش نمیشه کرد، والا ما آزادی میخواییم، اونم باید بریم یه نیروی بیگانه ای که مساعد است مثلا با دموکراسی در ایران، از او کمک بگیریم و او بیاد ما رو چی کنه؟ آزاد کنه. آماده است برای اینکه بره به خدمت بیگانه. از این جهت است که میگویم و امیدوارم نسل امروز خوب بهش توجه بکنه. اینایی که در عراق همین مشی داشتن مسئول وضعیت امروز عراقن، اونایی که در سوریه این مشی داشتن مسئول وضعیت امروز سوریه هستن. یک ملتی اگر خود توانای زیستن در دموکراسی رو نداشته باشه، از بیرون نمیتوان این توانایی رو به تزریق کرد. ای باید خود بداند استقلال چیست، آزادی چیست، عمل کنه، سرنوشت رو تغییر بکنه. اگر کسی به طرف بیگانه رفت و اون بیگانه رو دخالت داد در امور داخلی کشور، خائن به ایران است. همچه کسی دشمن دموکراسی در ایران است. همانند اونهایی است که در افغانستان و سوریه و جاهای دیگه دست به دامان بیگانه شدن و این سرزمشت ساختن برای این کشورهای خودشون و به جایی هم نرسیدن، نمیتونن برسن، برای که ناممکن است. یک کسی که در خود این غرب، حالا همین دموکراسی غربی، این که خوب است بد است یه حرفه، دو این که شمایی که آمدی میخواییم نظیری رو در ایران برقرار کنی، وقتی خودت نمیدونی استقلالی که در خود این غرب پذیرفته است این نمیشناسی، چگونه فکر میکنی که بیگانه بیاد با شما این آگاه دموکراسی در ایران پیاده کنه؟ پس قدرت میخوای؟ میخوای این رژیم نباشه؟ وابسته ها جای او رو بگیرن؟ بابا این قراره که به این رژیم خودش با اینا چپ و روز داره باج میده و چپ و راست باج میده. اگر از راه خارج یک رژیم بخواد خودش حفظ بکنه، هر رژیمی که حاکمه این کار بهتر از دیگران انجام میده، برای که اون منابع کشور دست اونه. این راهکار نیست. راهکار بازگشت به استقلال و آزادی است. اگر اونهایی که به این با راه نیامدن شکایت بکنن، شکایت چون مسموع نیست، برای که خودشون هم جز این ماجرا هستن، خودشون هم از عوامل وضعیت موجود هستن. رژیم کنونی کار دیگه هم اضافه بر امرهای واقعی مستمر میکنه. اون کدامه؟ اون اینه، به اصطلاح خودش، به خیال خود میگه که قبل از اینکه یک انفجار بزرگ در سطح کشور رخ بدهد، بهتر ما یک انفجارهای کوچیکی به تحریک کنیم، بعد بیانگیزیم اونها رو سرکوب بکنیم تا این خطر انفجار بزرگ از بین برود. این توضیح میکند، توضیح میدهد این حمله به دراویش رو، این حمله به هموطنان عرب ما رو، اقوام دیگر رو. یکی از مهمترین دلایلش این است که الان من برای شما توضیح دادم. اینه، این فکر میکنه که در میایم مثل دهقانها و نمیدونم کارگرها اینا، تا وقتی که یک به هم نپیوستن، یک جنبش همگانی نشدن، این برانگیختن و بعد سرکوب کردن این بهترین راهکاره.
یا اگر خودش هم راه افتاد سرکوب بکنی، این عقب میاندازه، به اصطلاح عمر رژیم رو طولانی تر میکنه. بر همینایی که گفتیم مثلا چی باید افزود، اون اینکه یک نقشی هم اون اکثریت دارد، اون اقلیت از خود بیگانه غافل از استقلال آزادی رو گفتم نقششو، اما اکثریت هم نقش داره. اینکه در یک کشوری فارس زبان ترک زبان رو دست بیاندازه، این دوتا عرب زبان رو دست بیاندازه و شروع کنن مثلا جلسه های خودم شنیدم دیگه، راه بندازن مثل جلسه ادبی، در اونجا قصیده یا شعر بخونن در ناسزا به عرب یا دست انداختن ترک، نمیدونم گیلکی و گروه های دیگر حتی زبانی کشور ما، خود به خود در واقع زمین ساز این جدایی میشون، روانشناسی مساعد ایجاد میکنن برای این گونه رفتارهای رژیم و سرکوبگری ها و اون گونه وابستگی ها. پس شما اکثریت مردم ایران نقش خودتون رو از یاد نبرید، حق رو همه دارند. اگر یک کسی گفت من به کاری به حقوق دیگری ندارم، خودم به حقوقم عمل میکنم، دروغگوست. ولی جامعه جامعه است دیگه، بیابان که نیست که. شما یه نفر تو بیابان چجوری میخوای به حقوقت عمل کنی؟ بخش مهمی از این حقوق حقوق شهروندیه، بدون جامعه چه حقوق شهروندی داری؟ شما چگونه میخوای فارس زبان حقوق شهروندی برخوردار باشی وقتی عرب زبان رو تحقیر میکنی و از حقوق او دفاع نمیکنی؟ اکثریت نقشش کوچیک هم نیست، بسیار مهمه. مثلا اون اکثریت میباید رابطه خودش رو با اقلیت‌های قومی دینی بر مبنای حقوق تنظیم کنه با بقیه. اینجا میرسیم به راه حل. راهکاری که در استبداد هست که این است، همین وضعیتی که امروز کشور ما داره کشورهای دیگه دارن و همینه که زمینه ساخته که دستگاه وزارت دفاع امریکا، اسرائیل اینا بنشینن کشورها رو بر مبنای اقوام و گرایش های دینی تقسیم کنن، بگن مثلا سوریه رو میشه چند تا واحد ازش در آورد، ایران مثلا میشه به چند بخش تقسیم کرد. اون صدام وقتی به ایران حمله کرد به خیال خودش بخواست ایران رو به چندین جمهوری تقسیم بکنه که به ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای دیگه نباشه. از دید او راه کاری که وجود دارد بر پایه سه تا از یا سه تا حق میشه مشکل رو حل کرد. یکی حق اختلاف، اقوام فرهنگ خودشونو دارن، اقلیت‌های مذهبی مذهب خودشونو دارن، در فرهنگشون و در مذهبشون میباید حقشون محترم شمرده شود. تجاوز به نام دین و به نام قومیت خلاف حقوق اولیه انسان، خلاف حقوق شهروندی، خلاف حقوق ملی است، برای اینکه این ملت رو عملا تجزیه میکنه. این حق اختلاف. دو، حق اشتراک. ما در وطن مشترکیم، در حقوق ملی مشترکیم، در حقوق انسان مشترکیم، طبیعت مشترکیم، در حقوق شهروندی مشترکیم، به عنوان عضو جامعه جهانی یک ملت به حسابیم. پس اشتراکات رو میباید مبنا قرار داد در کنار اون حق اختلاف، حق اشتراک. سه، حق صلح. نه تنها زیستن در صلح حقی از حقوق هر انسانه، حقی از حقوق هر ملت است، حقی از حقوق هر اقلیت قومی یا دینی است، حق اکثریت هم هست البته. خب چگونه ما در صلح زندگی کنیم؟ آیا راهکاری جز این هست که حقوق محترم بشماریم؟ همون حق اختلاف رو، همون حق اشتراک رو، همون حقوق انسان رو، همون حقوق شهروندی رو، همون حقوق ملی رو، همون حقوق طبیعت رو؟ نه، انصافا راهکار دیگری وجود ندارد. اینو از بالا باید میشه کرد. دولت باید این کار رو تصدی کنه، که دولت هرگز این کار نمی کنه، برای اینکه یعنی اون نباشه. این جامعه مدنی یعنی مردم میباید تصدی کنه. همینجور که در مسئله زلزله در منطقه غرب کشور شد، همونجور که شما ایرانی ها
نقل مجلستون شوخی های تخریبی یک دیگر نباشد و همین کارهای ساده با هم دوستی و الفت بکنید، از حقوق هم دفاع بکنید، این ستا حق رو رعایت بکنید، ایران از اون ترس تاریخی رها می شود. به مجموع جامعه ایرانی، تمام اقوام موجود در ایران، طرز فکرهای دینی و غیر دینی در ایران، امکان می دهد که با هم عمل کنند برای زیستن در استقلال و آزادی. این راهکار ها اینجا در این راهکاری که عرض کردم میاد مسئله حقوق دفاع. زنیم همین سؤال شما که آیا از آقای احمدی نژاد، آقای بقایی که حالا در اعتصاب قضاست و میگوین حال جانشم به خطر است، و اون آقای مشراعی هم باید دفاع کرد؟ ببینید انسان دو تا منزلت دارد، یکی به عنوان حقوقمند که این حقوق ذاتی حیاتش هم، این منزلت مقدم است، در دومی که ناشی می شود از فعالیت و عمل او و یه هویت پیدا میکنه. مثلا آقای احمدی نژاد یک عملی کرده یا هویت پیدا کرده، این هویت رو فرض کنیم که اکثریت جامعه میگه این شما هویتت رو به دست آوردی از راه سرکوبگری و برباد دادن بودجه ثروت ملی ایران و و و و و. آیا این منزلت دوم میباید سبب بشود که اگر تجاوز به حقوق و به عنوان انسان شد ما سکوت کنیم، دفاع نکنیم؟ این سؤال مهمیه. نه، باید دفاع بکنیم. در اول انقلاب که من با اعدام ها مخالفت می کردم گفتم نه تنها با اصل اعدام به عنوان مجازات مخالفم، به این عنوان که با بدترین ها شروع می کنند با بهترین ها ادامه می دهند هم مخالفم. سه، به این دلیل که حقوق انسان مقدم است بر هویتی که او پیدا می کنه. مثلا کسی قاتل شده، دزد شده، حالا چون دزده چون قاتل است باید به حقوق اون به عنوان انسان هم تجاوز بشود؟ اگر شما این گفتید بله، مطمئن باش فردا به حقوق انسانی بیگناه هم تجاوز می شود. چرا؟ در این که پذیرفتی اصل تقدم قدرت، زور رو بر حق، نپذیری رو. حق مقدم است، حق رو باید دفاع کرد، باید از حق آقای بقایی دفاع کرد. به عنوان انسان حق دارد از حقوق خود به عنوان انسان برخوردار باشد، بنابراین حق دارد به محاکمه عادلانه علنی، مگر نه به نام ملت محاکمه می شود. بعض این است که این به ملت خیانت کرده یا نسبت به حقوق مردم تجاوز کرده یا مرتکب جرم شده، ملت نباید بدونه این جرمش چیست. از جمله این آقا آمده می گوید آقا این پولی که می گوید بابت او منو محکوم کردید، این آقای سردار سلیمانی داده. خب آقای دادگاه، شما از این آقای سردار نپرسید دیگه این پول پیش شما چه میکرده؟ شما چه کاره بودی این پول رو به این آدم بدید؟ یقه اونو نچسبیدی این محاکمه کردی که او به این پول بده؟ یا این راست میگه یا دروغ میگه؟ این در دادگاه علنی، اونم یه دادگاهی که نه معرض روابط قوا باشه بین گروه بندی های درون رژیم که هم تگر میخوام تیک پاره کنن بابت اینکه معلوم نیست آقای خامنه ای تا کی زنده است و اون رشته امور از دست همه به در رفته و هر کس میخواد به اینکه موقعیت خودش رو تثبیت کنه. دادگاه گفتن، دادگاه، که این کارش این است که بر مبنای حق عمل اشخاص رو بسنجه، ای با اون حق سازگار نبود و جرم بود مجازات در خور رو براش تعیین کنه. اگر این جرم نبود حق او ضایع شده، باید دفاع کرد. حالا بسیاری هستن که این تو ذهنشون نرفته. من خودم مرتب با این گونه آدم ها سر و کار دارم. آقا چرا این رو کردی، چرا اون رو نکردی؟ جانم انسان حقوقمند است. بره اینجا بیاد تو کلی آدم بنشینه، حقوقمند است. این حقوق هم ذاتی حیات اوست، قابل سلب کردن هم نیست. دفاع از این حقوق نکنی به حقوق خود تجاوز می شود، چون
دفاع نکردن چی؟ یعنی اصل قدرت رو پذیرفته دیگه، قدرت هم متجاوزه. در مورد اقوام هم همین قاعده رو باید رعایت کرد. اگر فردا همین آقای خامنه ای که دیگه حدش بشاره دیگه، این آقا فرض کنیم که دستگیر شد، وضعیت پیش آمد دستگیر شد، با این حقوق انسانیش در زندان رعایت نشد، من بنی صدر از این حقوق رو دفاع خواهم کرد، چون که قبلا از حقوق همه اونهایی که در این وضعیت قرار گرفتن دفاع کرده ام. حالا هم از حقوق آقای بقایی، آقای مشایی دفاع میکنم. به این رژیم میگویم شما سقوط کردی، اصلا احتیاج نیست که ما صبر کنیم، شما بعدها سقوط کنی. سردی آدمی آوردی گفتی آقا این از دوست 50 ساله به من نزدیکتر طرز فکرش، حالا داری این رفتار باش میکنی؟ حاضر هم نیست اینه در یه دادگاه علنی محاکمش کنی؟ اون آقای کروبی هم بهت نامه می نویسه آقا منو اگر مقصرم در دادگاه علنی محاکمه کن. نمی کنی؟ چرا؟ به دلیل این که نمی خواهید بپذیری این اصل اساسی رو، حق می باید میزان باشه در رابطه دولت با ملت، در رابطه هر ایرانی با ایرانی دیگر. اینو نمی خواهید بپذیری، میگه قدرت باید حاکم باشه، زور باید حاکم باشه، و شما ملت تا فرهنگ حقوق پیدا نکنید این و آش و کاسه همین است که هست. برای حقوق منزیستن به پا خیزید. شاد و پیروز باشید.